سلام بچه دیدم بعد نیست این ویدیو رو ضبط بکنم به خاطر اینکه تو قسمت کامنت ها یه سری کامنت درج میشه که برام خیلی جالبه بچه میگن توی کانال من و بعضا برام کامنت میذارن که به نسبت تعداد سابسکرایبری که داری بازیداد به نظر نمیخونه الان نزدیک به 8000 تا سابسکرایبر داری ولی ویدیو میذاری مثلا بین 4000 تا 10000 تا, 10 تا بازدید میگیره قضیه چی فکر میکنم خیلی از بچه ها از کانال های تفریحی میان و این مقایسه رو انجام میدن در که کانال من کانال آموزشیه اگر شما هم توی یوتیوب تو حوزه ای آموزش فعالیت میکنید وضعیتتون خیلی شبیه خواهد شد به کانال من میخوام براتون توضیح بدم که اصلا قضیه چی هست و چرا کانال های آموزشی بعد از یه مدت وضعیتشون شبیه کانال من میشه بریم براتون توضیح بده خب بریم سراغ اسپانسر برنامهمون اسپانسر ای این قسمت از برنامه رسپینا هست رسپینا بزرگترین و معتبرترین شرکت ارائه دهنده باند برای شرکت و اشخاص بویژه استریمرها و یوتیوبرها هست رسپینا در حال حاضر بیش از 460 پوسه تو سر سر کشور داره و میشه گفت بهترین پوشش رادیو رو دارن و با مانیتورینگ 24 ساعته که انجام میدن میتونن خدمات پس از فروش خیلی خوبی هم در اختیارتون قرار بدن اگر دنبال اینترنتی هستید برای فعالیت رو یوتیوب یا استریم کردن که سرعت آپلود خیلی بالا در اختیارتون قرار بده و اینترنتش پایدار باشه بهتون پیشنهاد میکنم از سرویس رسپینا استفاده کنید که ای لینکش این زیر براتون قرار میدم خب توضیح بدم قضیه چیه من الان در حال حاضر تو این کانال نزدیک به 80000 تا سابسکرایبر دارم من تا ویدیویی که میذارم هول هوش 4000 تا تا هزار تا دوازده هزار تا بازی توی این رنج میگیره و به نظر بچه ها با مقایسه با کانال های که توی حوزه مخصوصا گیمینگ فعالیت میکنن بازیدا منطقی به نظر نمیاد که امروز میخوام در مورد این قضیه براتون توضیح بدم بذارید یه حقیقت در مورد یوتیوب بهتون بگم یوتیوب یه پلتفرم تفریحیه یعنی عموم افراد وقتی میان روی یوتیوب دوست دارن یه چیزی رو ببینن سرگرم بشن معمولا افراد وقتی میان اینجا میان 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت وقتشون رو بگذرونن که حالشون عوض بشه یه مثال بذارم اگر شما با دوستاتون جمع شید توی خونه فرض که مهمونی بوده بعد از مهمونی میری تلویزیونتون رو روشن میکنید به دوستاتون میشین پای تلویزیون فرض میگه اندروید تیوی هم دارید یوتیوب رو باز میکنید چند درصد احتمال داره که پنج نفری مثلا بشینید آموزش پریمیر نگاه بکنید من فکر کنم درصدش تقریبا صفره یعنی اون موقع بیشتر تمایلتون سمت این هستش که محتوایی رو نگاه بکنید که جذاب بخندی تفریح بکنید و حالتون بهتر بشه به همین خاطر یوتیوبر بزرگ دنیا مثل مستر بیست محتوایی که تولید میکنن از این سبکه که افراد زیادی سرگرم بشن با دیدنش مثلا جزء کاری که مستر بیست انجام میده تو کانالش که لینکش هم براتون این زیر میذارم اگر ندیدید رو که طبیعتا فکر کنم همتون بشناسید اگر نمیشناسید میتونید به بیت چک بکنید این است که کار فان انجام میده مثلا میره تو فروشگاه یه دایره میکشه اون وسط توی فروشگاه زنجیره بزرگ و یه آدم پیدا میکنه میگه هر چی دوست داری تو این فروشگاه جمع کن بذار تو این دایره ولی چیزی از دایره نباید بیفته بیرون و کلا مثلا یه دقیقه وقت داری اگر بتونی تو یه دقیقه این کار رو انجام بدی دایره رو پر بکنی من پول کل چیزایی که گذاشتی تو دایره رو پرداخت میکنم تو همش ورد مجانی به مثلا میاد از این کارا میکنه خیلی خیلی فانه هر کسی امکان داره این محتوا رو ببینه ولی محتوایی مثلا آموزش فتوشاپ رو هر کسی تو هر لحظه ای نمیبینه چرا مثلا آموزش فتوشاپ شما باید حالت خوب باشه انرژی داشته باشی به قصد آموزش اومده باشی توی یوتیوب حتما پای کامپیوترت باشی یعنی رو موبایل من بعید میدونم کسی بیاد مثلا آموزش فتوشاپ رو نگاه بکنه بعد پای دستگاه باشه که تست بکنه اون چیزی که میخواد یاد بگیره به همین خاطر طرف باید هدف داشته باشه از قبل آموزش که بیاد محتوای آموزشی رو نگاه بکنه حالا این چیش بده برای کانال آموزشی خب در مورد الگوریتم یوتیوب من قبلا ویدیو هم ضبط کردم میتونید ویدیوش هم ببینید یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که افراد میان یه ویدیو از کانال من رو میبینن تو کانال من سابسکرایب میکنن بعد از یه مدت مثلا دو روز بعد سه روز بعد از سابسکرایب کردنشون من ویدیو جدید میذارم طرف میاد میگه که امیر عباس یه ویدیو آموزش پریمیر گذاشته الان که حالشو ندارم بذار بذاریم بعدا ویدیوشو نگاه میکنم حالا یه بوکمارکش میکنه که بعدا نگاه کنه یا حالا میگه بعدا به کانالش سر میذارم دوباره دو روز بعدش من یه ویدیو دیگه میذارم باز طرف حالشو نداره یا مثلا تو مترو نوتیفیکیشن میاد باز میکنیم که خب الان که جای دیدنش نیستش باشه بعدا نگاه میکنم 8 تا 10 تا ویدیویی که من منتشر میکنم طرف به همین شکل نگاه نمیکنه و پاس میده به بازدید آینده در نتیجه من از هوم پیج یوتیوب و اون شخص کم کم حذف میشم و نوتیفیکیشن هایم که براش میره بعد از این مدت اگر باز نکنه دیگه از کانال من بر اون شخص نوتیفیکیشن ارسال نمیکنه یعنی عملا من از دنیای اون آدم حذف شدم به همین خاطر درسته که من 80000 تا سابسکرایبر دارم ولی عملا من فکر کنم بین 8 تا هزار نفر نوتیفیکیشن ویدیوهای من رو دریافت میکنن در حال حاضر خیلی چون مدت هاست دیگه به این کانال سر نزدن حالا یا علاقهشون از دست دادن یا الان دنبال آموزش نیستن در نتیجه مراجعه نمیکنن و باعث میشه که تعداد بازیدا با تعداد سابسکرایبر رو نخونه این برای همه هستا یعنی تو کانال انگلیسی هم شما ببینید این قضیه وجود داره اتفاقا میلاد توی هفته گذشته یه ویدیو ضبط کرد میلاد از کانال میکادیارز من لینک رو میذارم میلاد هم یه مقایسه دقیقا به همین شکل انجام داده با های انگلیسی دقیقا نرخ بازدید ما با کانال انگلیسی تقریبا در یه سطحه یعنی اگه کانال انگلیسی هم داشتیم تعداد سابسکرایبرم قطعا بیشتر بود بازدیدمون هم طبیعتا بیشتر بود ولی نرخ بازدید درصدش تقریبا یکی حتی شاید برای ما بهتر از کانال انگلیسی هم باشه خب الان این چیزی که تو ذهنت میاد اینه که خب اینکه ضرره واسه چی ما کانال آموزشی داشته باشیم و بیایم محتوای آموزشی تولید بکنیم ببینید کانال خودم هم میتونه مثال نقض این قضیه باشه شما میتونی تو همین فضا محتوای آموزشی تولید بکنی برسی به 80000 80 تا سابسکرایبر بعد از سه سال فعالیت کردم و فکر کنم 6 ماه دیگه از مرز هزار تا رد میشم و درآمدش هم انقدر خوب هستش که من فعالیتمو ادامه بدم و ولش نمیکنم اگر نمی صرفید خب منم اینجا نبودم خیلی از کانالهای انگلیسی هم کارو انجام نمیدادن مدل بازدید گرفتن کانالهای آموزشی با کانالهای معمولی متفاوت من الان چقدر بازدید دارم در طول ماه؟ اجازه بدید روی پنل خودم نشونتون بدم خب ببینید این آمار بازدید ماه گذشته منه 363 هزار تا بازه زمانی 28 روزه من به طور متوسط 24 هزار تا تقریبا در روز بازدید میگیرم الان چون ویدیو نذاشتم چند روزه یه خورد اومده پایین تا ولی 24 هزار تا در 48 ساعت یعنی 24 هزار تا دیگه هم شما به این اضافه کنید تقریبا شه 390 هزار بازدید در طول ماه آمار بازدید من چیزی بروشه 330 هزار تا الا 420 هزار تا در ماه ماهی هم داشتم که به 500 هزار تا بازدید رسیدم من تا اون ماه ویدیو وایرال داشتم خب معمولا کانال آموزشی ویدیوهاشون خیلی وایرال نمیشه خب پس الان پیش خودت فکر میکنی تو که ویدیو میذاری 6 هزار تا بازدید میگیری حالا میگیم 7 هزار تا در طول ما هم که ما ندیدیم بیشتر از 7 8 تا ویدیو بذاری یعنی اگر بخوام 7 هزار تا رو ضرب در 8 تا ویدیو بکنیم یعنی تو باید 50 الی 56 هزار تا بازدید در ماه داشته باشی پس این همه بازدید بقیهش داره از کجا میاد این دقیقه همون قضیه که میخوام براتون توضیح بدم بازدیدی که کانال های آموزشی میگیرن در طول زمان اتفاق میفته که روی پنل نشونتون میده خب قبل از اینکه بریم سراغ نکته بعدی اگر تا اینجا ویدیو دیدید خوشتون اومد حتما لایک بزنید برای ویدیو چون لایک زدن شما باعث میشه ویدیو دی مقابل دید افراد بیشتری قرار بگیره و الگوریتم منو افراد بیشتری پیشنهاد بده اگرم میخواهید آموزش بعدی رو از دست ندید میتونید تو کانال سابسکرایب هم بکنید خب اگه دقت کرده باشید من محتوای آموزش مثلا آموزش پریمیر رو قطع نکردم و, و براش ویدیو میذارم به عنوان مثال همین ویدیو که الان شما میبینید آموزش افکت مات در پریمیر موقعی که منتشر شده توی 24 ساعت اول انتشارش کلا 2800 تا بازدید گرفته یعنی یه 24 ساعت کامل گذشته و از اوریج کانال هم پایین تر بوده زیرش نگاه کنید نوشته اوریج 3500 تا 4600 تا بوده ولی این 2800 تا بازدید بیشتر نگرفته ولی اینجا رو دقت بکنید اوریجش پایین بوده ولی تقریبا هلوش 50 روز بعد از انتشارش کم کم از اوریج کانال که این نوار توسی هست فاصله گرفته یواش یواش داره بازدیدش میره بالاتر چه تعدادش از سرچ میاد 34 درصدش از طریق سرچ میاد و تقریبا 10 درصدش از ساجست ویدیو میاد یه ویدیو دیگر هم نگاه بکنیم این ویدیو تغییر سرعت فیلم در پریمیره موقعی که این ویدیو رو منتشر کردم اینم موقعی که منتشر شده روز اول 2000 تا بازدید بیشتر نگرفته ولی تقریبا بعد از 200 روز بعد از 200 روز چه اتفاقی براش میفته از اوریج کانال میره بالاتر از متوسط میره بالاتر الان داره به نسبت اوریج کانال بازدید بالاتری به دست میاره و این رو هم اگر نگاه کنین 40 درصد بازدیدش از طریق سرچ میاد 13 درصدش از طریق ساجستشن میاد خیلی از ویدیوهایی که من به شکل آموزشی میذارم معمولا بعد از سه ماه تازه شروع میکنه بازدید گرفتن الگوریتم یوتیوب میگرده ببینه کیا توی یوتیوب سرچ میکنم برای این عبارت یا حتی تو گوگل سرچ میکنم میاد ویدیوی من رو کم کم در معرض دید اون افراد قرار میده چون تعدادشون خیلی زیاد نیست این پروسه زمان میبره در نتیجه خیلی از ویدیوهای من در دراز مدت بازدید میگیره اینی که میبینید من بازدید دارم منتها ویدیو جدید میذارم بازدید نمیگیرم بخاطر اینکه خیلی از بازدیدام داره روی این ویدیوها میاد که مدت ها قبل منتشرشون کردم منتها کانال های دیگه این شکلی نیستن معمولا همون اول بازدیدشون خیلی میره بالا بعد میاد پایین و معمولا دیگه از سرچ بازدیدی به اون شکلی ندارن ولی برای کانال آموزشی اتفاق نمیفته حالا همه ویدیوهای من این شرط رو پیدا میکنه نه اینجوری نیست یه نمونهش نشونتون میدم خب این ویدیو رو نگاه بکنید در مورد آموزش تنظیم رنگ در پریمیر اگر این رو هم نگاه کنید تقریبا 30 درصد بازش از سرچ می اومده دلیلش اینه که شاید خیلی افراد دنبال تنظیم رنگ تو پریمیر نیستن چون مبحثش یه خورده پیشرفته تر میشه ولی خب یه مسئله دیگه در کنارش هست درسته که بازدید خیلی بالایی به دست نیورده ولی همین ویدیو با سی هزار تا بازدیدش تقریبا 229 دلار درآمد داشته و اگر من برم تو قسمت ریونیو شما با یه عدد فضایی 17 دلار برای سی پی مواجه میشید که رقم خیلی بالاتر از اوریج کانال های معمولیه خیلی از کانال های تفریحی که محتوایی که تولید میکنن برای عموم مردم هست معمولا سی های پایینی دارن مثلا سی چیزی هولوشه 5 دلار 4 دلار 6 دلاره که نصف این مبلغ تقریبا به شما میرسه که میشه رقم آر پی ام تون مال منم 17 دلار بود که تقریبا 8 9 دلارش به من میرسه بابت ویدیویی که میذارم یعنی هزار تا بازدید میتونه برای این ویدیو 8 دلار درآمد داشته من ویدیو دارم که از این همون عدد بالاتر چرا این اتفاق میفته چون موقعی که شما میری توی سیستم ادسنس تبلیغات بدی روی ویدیوها وقتی هدفت رو خیلی خاص انتخاب میکنی مثلا میگه که حتما طرف مرد باشه رنج سنی 24 سال تا 44 سال باشه علاقه به تکنولوژی داشته باشه علاقه به نرم افزار داشته باشه بعد اینا رو کامل مشخص میکنی مثلا مال این کشورها باشه هر چقدر این تعداد فیلتراتو بالاتر ببری باید پول بیشتری به یوتیوب بدی که تبلیغ تو روی ویدیو نمایش بده در نتیجه سی پی امه میره بالا وقتی سی پی ام بله خب نصفش سهم منه دیگه در من میتونم درآمد بالاتری داشته باشم به عبارتی من شاید در ماه چیزی اول چیز 350 تا 400 هزار تا بازدید داشته باشم ولی اگه با یه کانال تفریح مقایسه بکنیم میبینی که اونا بعضا یک میلیون بازدید دارن ولی درآمدشون با ما مساوی شاید حتی از من کمتر هم باشه دلیل اینه که خیلی از کانالهای آموزشی با اینکه بازدیدشون کمتره همچنان ادامه میدن و محتوا تولید میکنن اینو براتون گذاشتم که دقیقا روشن بشید که آقا برای کانال آموزشی چه اتفاقی میفته و شما هم اگر تو این حوزه فعالیت میکنید باید حواستون به این نکته باشه حالا چیکار بکنیم به عنوان کسی که میخواد کانال آموزشی داشته باشه بتونید با موفق تر باشیم خیلی باید تو انتخاب تیتر ویدیوهاتون دقت بکنید تیتر رو جوری انتخاب بکنید که افراد براش سرچ میکنن یعنی خودتون رو بذارید جای شخصی که داره ویدیو تولید میکنه اون تیتری انتخاب بکنید که افراد معمولا سرچ میکنن تو گوگل در نتیجه از طریق گوگلی از طریق سیستم یوتیوب موقع سرچ به شما میرسن و ویدیو شما رو نگاه میکنن یه چیز دیگه هم هست حتما برای کانال آموزشی و پلی لیست داشته باشید ویدیوهای مرتبط رو داخلش بذارید یه اتفاقی که برای کانال آموزشی میفته که برخلاف کانال های معمولی که محتوای عام تولید میکنن وقتی افراد میان داخل کانال اگر از یه ویدیو شما خوششون بیاد چون دنبال یادگیری اون مپ هستن ویدیو دوم ویدیو سوم ویدیو چهارم کانال شما نگاه میکنن افراد هستن که با من تماس میگیرن میل میزنن میگن من رفتم تو پلیلیستت از ویدیو اول تا آخرشو نگاه کردم حالا اون پلیلیست سی تا ویدیو داخلش هست یعنی طرف همه نگاه کرده این خوبی های کانال های آموزشی هست ولی خب به جرات میتونم بگم شانس اینکه شما ویدیوت وایرال بشه خیلی پایینه به نسبت ویدیوهای کانالهای تفریحی و گیم و اینجور چیزها و خیلی هم صبور باشی چون یواش یواش یواش, یواش کانالت رشد میکنه همین اتفاقی که برای من افتاد و سه سال طول کشید به جایی برسم که الان هستم من خیلی از کسانی که کانال دیگه دارن همین مثلی که من تو سه سال رفتم شاید بتونن تو یه سال یه سال و نیم برن خب امیدوارم به درتون خورده باشه اگر از ویدیو من خوشتون اومد میتونید تو کانال سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله رو بزنید دو تا ویدیو دیگه هم به شما پیشنهاد میدم از کانال خودم دوست داشته باشید یه ویدیو دیگه هم میتونید از کانال من ببینید منتظر آموزش بعدی من باشید فعلا خدا نگهدار